شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش‌های روانی، خانوادگی، کودکان و جوانان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم که همچنان گفتگو درباره خانواده هست. شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایل بودم به این نکته اشاره کنم که حکم اعدام در دنیای امروز حرکتی غیر اخلاقی، غیر انسانی، وحشیانه و مخالف همه اصول و قواعدی است که انسان به دلیل انسان بودن در طول تاریخ به داشتنش و عمل بر مبنای اون افتخار کرده. و همجاست که امروز، فردا و پس فردا بیشتر هموطنان و همزبانان عزیز ما در نقاط مختلف بگیر هم میان و یا هر حال از هر راهی که فکر میکنن صداشون رو و مخالفتشون رو به حکم اعدام برای همه به هر دلیلی و هر علتی اعلام میکنن. لطفاً با اونها باشید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، شما باعث افتخار ما ایرانی ها هستید. من از واقعا سپاسگزاریم که انسان فریخته مثل شما داریم و باعث آگاهی به ما میشه. آقای دکتر لطف داری عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، من یکم استرس دارم، ببخشید. من 52 سالمه، حدود 10 ساله که اومدم امریکا و عرض کنم خدمتون از قبل از اینکه بیام امریکا، من توی ایران توی محل کارم یه اتفاقی برا من افتاد و زندگی منو به هم ریخت اصلا. و قبلش من توهم یا شک یا اینا نداشتم، اما بعد از اون اتفاق که برای من افتاد تو محیط کار، احساس حقارت و تحقیر شدن شدید کردم. احساس میکردم همکارام منو تحقیر میکنن، توهین به میکنن و این باعث شد که به همه کار. این داستان چی هست؟ برای اینکه با توصیفی که راجبش میفرمایید من حتی حدس گمانی هم نمیتونم داشته باشم و بزنم که راجب چه موضوعی این چنین بگونه که شما توصیف میکنید حرکت کرده. اینکه همکاران به هر دلیلی یا دیگران من رو خوب ندونند یا آگاه ندونند یا هرچی، اصلا چه اهمیتی داره که اینقدر موضوع برای من مهم باشه؟ گویی من اومدم به این دنیا که ما ملاکای زندگی دیگران زندگی کنم. حالا بگذاری چی شد؟ اتفاق چی بود؟ واقعا من الانم بخوام بگم شرمم میاد. یه اتفاق بسیار پیش پا افتاده ای که شاید برای همه پیش میاد، اما برای من خیلی تحقیر کننده بود. چرا آخه؟ آخه نه، حالا میرسیم به چرا. آخه شما بزنید ما هم بدونیم چی بوده، مثلا چه شد؟ من پشت خط تلفن یه مقدار احساس میکنم چی هم در واقع که بخوام بیان کنم آقای دکتر.
آخه به صورت کلی بگید چی بود آخه؟ آخه شما که نمیتونید با یه همچی ابهامی شنوندگان و من رو بذارید که ندونیم مثلا شما راجع به چی دارید حرف میزنید؟ چه چیزی موجب شرمندگی من و شما در زندگی میشه؟ آی دکتر من چه؟ داشتم تو محیط کارم، خب من یه تو محیط کار خیلی احساس میکردم که در واقع از لحاظ من کار من تو زمینه لندسکیپینگ بود و خب پرسنل داشتم و اونجا من سعی میکردم نظم و انضباط و دیسیپلین کاری داشته باشم. بعد توی همون محیط کار من فوتبال بازی کردم و در حین فوتبال بازی کردن که زمین خوردم یه اتفاقی برای من افتاد و اون باعث شد که احساس کنم که تحقیر شدم. آقای دکتر خواستم من نفهم یعنی چی عزیزم. نه نمیخواید حرف بزنید حرف نزنید، برای اینکه من تنها چیزی که میتونم حرف بزنم این است که شما تو خوردید زمین و مثلا از شما صدایی بیرون آمد. بله بله دقیقاً. خب این که تحقیر نداره، تمام آدمای دنیا ازشون صدا در میاد، این یه مسئله عادی و طبیعی است. برخی از اوقات غذاها، برخی از اوقات داروهایی هستن که وقتی آدما میخورن تمام 24 ساعت گیر گرفتار. بله یه امر صعب کنید مرد عزیز، یه امر طبیعی غیر عادی نبوده، فقط شما میتونید بگید که در جایی که بوده معمول نیست را نیست. خب چه اهمیتی داره؟ من خاطرم هست در یه مهمونی اتفاقا همین اتفاق برای یه خانمی افتاد، اتفاقا در یه گوشه ای هم بود، در شرایطی که برخی از اوقات در مهمونی ها ممکنه برای چند ثانیه یه سکوتی میاد، یعنی یه جوری مثل که همه متوقف میشن دوباره راه میافتن، تو اون فاصله ایشون فکر کرد که میتونه این کارو بکنه ولی صداش بیرون اومد و همه هم متوجه شدند و بقیه خودشونو کنترل کردن. دو تا دختر خانمی به هم نگاه کردن و نتونستن و مثلا زدن زیر خنده، بعد جمعیت هم خیلی، ولی خانم با نهایت قدرت بیان فرمودن که خوشحالم که باعث سرور خاطر شما شدم، همه هم زدن زیر خنده تموم شدن. بعد همه هم فهمیدن که این همون کاری است که همه ما همه جا به گونه های مختلف میکنیم، ایشون هم اینجا اتفاق افتاد. ولی این دیگه یه احساسی نیست که آدم ها فکر کنن یه آدم یه چیز عجیب و غریبی است، یه کار متفاوتی کرده. شمایی که دفعه با یک حرکت این چنینی طبیعی فکر کردید اوضاع به هم خورده که اصلا نخورد، هیچ برای هم هم فهمیدن. بعدم آخه احساس حقارت برای چی؟ یعنی فکر کردن که بقیه باد نمیدن، شما باد میدید، بقیه این اتفاق برایشون نمیفته، برای پدرشون، مادرشون، خودشون، حالا برای شما اتفاق افتاده، یه چیز عجیب و غریبی است که شما به هم ریختید. آی دکتر میتونید توی محیط کار و جایی که من کار میکردم، خب دنبال نقطه ضعفای از آدم خب همه جا هستم، همه هستم. آخه عزیزم شما اومدید یه نه عزیزم شما اومدید یه حبابی درست کردید دور خودتون و فکر کردید که از یک نمیدونم امتیازی، تقدسی، بزرگی، نمیدونم غیر عادی بودنی برخوردارید، اون ترکید هیچ. هم این حرفی که خون خانم زده و چیزی نشده. شما یه انگار گویی مثلا بقیه در محیط کار نیستن، شما حتی میتونید اصلا به عنوان یه استاد باشید 500 تا شاگرد دارید این اتفاق بیفته. حالا چی؟ اون دیگه خیلی که اوضاع بدتره نیست؟ بعد همه شاگردام بزنن زیر خنده، بعد چی خواهد شد؟ شما دیگه بعد از اون فکر میکنید آبروی شما رفته، تحقیر شدید. چرا تحقیر شدید؟ یه عمل طبیعی برای شما اتفاق افتاده، به همین سادگی، یه چیزی که عادی و طبیعی است و همه همیشه دارند. ببینید اینا یه توهماتی است، یه اصطلاحی گفتم روانشناسی است بهش میگن imaginary audience، یعنی من یه تصوری از تماشاگران خیالی دارم که حالا این تماشاگران خیالی که مهمند و از خدا هم مهمترن، حالا درباره من یه قضاوت و نظر و حرفی دارن. چی نظر داره؟ حرف این است که یه آقایی در یه جایی یا یه خانمی چه فرقی میکنه که ازش صدایی خارج شد، بین دایی جان ناپلئون که صدایی خارج شد، صدای مشکوک. خب هیچ شد، مردم کم خبر خودخواه نادان بیمار بدبخت وامونده
این موضوع ها رو مهم میکنند یا به نوعی نسبت بهش حساسیت خوب بدن. به من چه مربوطه؟ من کاری غیر عادی کردم. یعنی ببینید ما یه ذهنیتی ساختیم در این که ما این گونه نیستیم. بذار من راحت کنم شما. من برخی از وقت رفتم سر کلاس. جمعیتی هم نشسته. دارم درس میدم. یه دفعه احساس کنم باید برم دستشویی، خیلی راحت گفتم من باید برم دستشویی رو برگردم. خیلی اصلا این کار نمیکنم. فکر میکنم اگر من نشون دادم که من مثل بقیه میرم دستشویی یه عیب و ایرادی دارم. به همین جهت است که شما وقتی مردم میخوان درباره پیامبران صحبت کنن است که اینا غذا نمیخوردن، دستشویی نمیرفتن، بادی ازشون خارج نمیشون، در رابطه جنسی مثلا اون کارا رو نمیکرد، آپت بچه هاشون از کجا اومدن؟ آخه عزیز اینا یه توهمات ذهنی است که ما از کودکی برای خودمون میسازیم، یه حاله ای از یه تقدسی، از یه بزرگی، از یه عظمتی که بعدن با یه باد هم درکیده میشه و یا صدا هم میره. خیلی عادیست. این اون حرف رو میکنم باعث خوشحالی و سرور خاطر شده. هنوزم من بعد از شاید 60 سال دربارش دارم حرف میزنم. بنابراین این که شما فکر کردید یه اتفاق عجیب و غریبی افتاده و یه چیزی شده، اصلا گفتم در ذهن آدم ها چی شده؟ ببین عزیز، من اومدم به شما گفتم شما فرانسه بلدید، گفتید نه. نظر من راجع به شما مشخص شد، شما فرانسه یا ژاپنی بلد نیست. حالا اگر شما میخواید بگید این که من برگشتم گفتم فرانسه بلد نیستم و ژاپنی نیست، من نابود شدم، نیست شدم، این آدم منو هیچ میدونه، دیگه بی ارزشم، بی اهمیتم، خب اینا تخیل شماست. اصلا چه اهمیتی داره؟ فرانسه بلد نیست. شما یه آدمی هستید که مجبور شدید برید دستشویی. شما یه آدمی هستید که فشاری که خارج از اداره و کنترلتونه تبدیل شده به یک اتفاقی که نمیدونستید دقیقاً اینا، میدونستید که نمیشد و نمیکردید اگر در اختیارتون نشد. فکر کردید هیچی نیست. خیلی از آدم ها هستن که در این زمینه اشتباه میکنن، ولی این مسئله بزرگ و مهمی نیست. حتی مجبور شما ببینید از شما اومدید فکر کردید که با این همه چیز برباد رفته. چیزی برباد نرفته. الان شما با توضیحی که دادید من هیچ تفاوتی بین شما و خودم حس نمی کنم. خب آقای دکتر، من اون موقع این آگاهی رو نداشتم. خب نداشتید که نداشتید، حالا که دارید باید ول کنید. آگاهی نبود ازم. عزیز من آگاهی رو داشتید. یک آگاهی بیمارگونه غلطی است که در جامعه ما جا افتاده. میگم پیغمبر خدا رو بدون مدفوع میدونند، بدون بو میدونند، بدون نمیدونم درد میدونند، بدون نمیدونم تمایلات جنس. آخه عزیز نیست اینا، این مال پیغمبر خداست. حالا شما آنه چسبیدید که بیه 10 تا 100 تا 200 تا کارمند یا همکار در یه اداره میگن این آقا در یه شرایطی که داشت مثلا فوتبال بازی میکرد صدایی هم ازش خارج شد. خب که شد که شد. خیلی های دیگه شون هم های فوتبال بازی میکردن بارا این صدا ازشون خارج شد برای کسی نفهمیده، یا در جایی نبودن که صدا مشخص بشه. خب آی دکتر، این ناآگاهی از من بود، اما خب فهم و شعور اطرافیانم هم همین. اصلا فهم و شعور اطرافیان مهم نیست. اطرافیان یا یه فهم و شعوری دارن که به این چیزا اصلا نمیاد، اگه ندارن به درک هر جور میخوان فکر کنن. من الان خدمت شما چی عرض کردم؟ برای من شما اصلا فرقی نکردی. فرض کنید شما توی مهمونی بودید، من داشتم حرف میزدیم، برای شما این داستان رو میگفتیم. برای من قبل از این داستان، بعد از این داستان هیچ چیزی در مورد شما تغییر پیدا نمیکرد. فقط میگفتم یه آدمی است که درباره یه حادثه زندگیش که غیر عادیه، کمی هم وقتی مطرحش که خنده داره به من نگفته بود، حالا گفت. ولی اینکه شما فکر کنید بقیه چه فکر کنید، چه فکر کنید اگر تو چله پوچ اونا بعد از اون صدا یه چنین تغییرات اساسی به وجود اومده، بله چه اهمیتی داره؟ شما رو قبلا فکر میکردن این صداها رو ندارید، حالا فهمیدن دارید؟ قبلا فکر میکردن شما همیشه در این زمینه کاملا اختیار و کنترل دارید، حالا فهمیدن در این مورد ندارید؟ بعد آی دکتر، بعد از اون اتفاق اشتباهات مکرر من شروع شد.
نه آخه من خب عزیز من سب کنیم بس. من دارم یه کاری میکنم، الان یه اتفاق بدی دوربرم بیفته یا در ذهنم بیفته، خب معلومه من دیگه اون آدم قبلی با اون دانایا و توانایا و مهارت ها نیستم، خیلی عادیست و معلوم. پس کنید یه کسی حتی داره آشپزی میکنه، یه رفت ببینه بچهش خورد زمین، ای بس و همه چیز راه هم میکنه به گونه ای که نباید، بعد میاد مثل اصلا میده اصلا ظرف سوخته، اصلا آشپز کنه آتیش گرفت. خب معلومه وقتی آدم در شرایط غیر عادی قرار میگیره. شما موضوع رو بسیار بزرگ کردین، بعدم الان مرتبط شدین که بعد از اون من اشتباهات دیگر، چرا دلیل رو اشتباهات دیگر بکنین؟ باز عرض کردم ببینید، شما وقتی اومدید گفتید یک تومن من گم شده و هر آدمی که یه تومنش گم بشه انسان نیست، حیوانه، باید بمیره، لیاقت زندگی نداره، خب معلومه برای از که یه تومنتون گم شد اینها رو پیدا کنید. ولی اگر آدم قراره برای که یه تومنش گم شده اینها رو پیدا کنه و این موضوع اینقدر جدی و بزرگ بگیره، حالا میریم ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. دلتون خواست این گفتگو رو ادامه بدید ادامه بدید، دلتون خواست قطع کنید قطع کنید، هر جور میل شماست، میریم و برمیگردیم. اگر فکر کنید خیلی حرفی بزنید بزنید، ولی باز من میخوام خدمتتون عرض کنم که ما برای خودمون یک حبابهایی، یه توهماتی، یه تصوراتی داریم که وقتی که این حبابها که متاسفانه حتی با یک سوزن، با یه حرکت میترکن، ترکیده میشن، ما به هم میریزیم، یعنی دیگه اون آدم نیستیم، فکر میکنیم دیگه تموم شد. بعدم ملاک این که من کی هستم، چه هستم، اگر قراره ارزیابی رو خودم بکنم، این باشه که قضاوت و نظر دیگران چه هست. به همجاست که هزاران بار رو خط رادیو تلویزیون گفتم که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال و راحت و راضی میکنه، چه خوب. نمیکنه، بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو. بعدن من نیومدم اینجا که با ملاک های دیگران زندگی کنم. شعار من 50 سال قبل هم در ایران این بود: خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی، همرنگ جماعت شو. یعنی در حالی که در ایران ما میگن خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، عرض به این است که خواهی بشوی رسوا و بدبخت شوی همرنگ. بنابراین شما یه چیزی، یه توهمی ذهنی رو برای خودتون که قضاوت و نظر و فکر مردم ابدا، این در مورد آدم ها اتفاق میفته. شما اگر به هر آدمی بگید داستان های مانند شما رو در مورد خودش و دیگران میدونه. و بعد یه مسئله ایست که گفتم وقتی به ریشش نگاه میکنید مسئله عادی و معمولی است. اینی که به شما باز گفتم این اتفاق برای شما، برای من هیچ تأثیری در اینکه شما کی هستید چی هستید هیچی سر هیچی نمیگذاره. فقط میگم یه داستان خصوصی رو آمدن تعریف کردن، ولی اینکه فکر کنید این عمل مبنای هر قضاوتی میشه راجع به شما، خب مال آدم احمق ابله نادانه. بارها عرض کردم شما اگر به یه مهمونی برید همه فکر کنید شما 20% خوشتیب ترید، 40% باهوش ترید، 80% آگاه ترید، 50% شیک ترید، هرچی. ما فکر میکنیم وای چی شده، هیچی نشده، برای که تو ذهن یه آدم ها اصلا بر اساس همین برداشت یه تغییری راجع به شما پیدا شده. چه فایده برای شما داره، چه اثری داره؟ هیچ. به همینجاست که من همیشه عرض کردم روزی که میخوایی مردم برای دست بزنن وسط دستای مردم له میشه. مادر من یه ضرب المثلی داشتم که درستش چیز دیگریست، گفت باریکلا مردو میکشه سربالایی خر. یعنی وقتی برای ما دست زدن ما شروع میکنیم بالا رفتن، بر از اون بالا میافتیم، اون وقت مثل خر توش میمونیم. بنابراین اصلا از این توهمات که دیگران راجع به من چه نظری، قضاوتی دارن تموم شده. شما ببینید عزیز، چرا چند سال ما در ایران 1000 نفر، 100000 نفر، نمیدونم شاید هم 1,000,000 نفر آمدیم تو خیابون گفتیم مرگ بر امریکا. شما که تو امریکایی، چقدر امریکایی دید داره میلرزه و میترسه و ناراحت هست و شب خوابش نمیبره که میلیون ها نفر یه جای دیگه گفتن مرگ بر امریکا، یا که اصلا معنی هم نداره یا بر امریکایی، هیچ بگمین دیوونن حالشون بده. آدم بگه جمع بشه و این شعارش
و یا ذهنش و یا هدفش در زندگی یه همچین پرت و پلای باشه. خب غیر از این است که نشون میده ما کجاییم. معلومه که این حرفایی که شما میزنید در واقعیت هست. به همینجاست که بچه ها بین 6 و 8 سالگی مهمترین موضوع زندگیشون این است که مسخره بکنند و مسخره نشد. اینقدر براشون مهم. ولی خب ما میمونیم اونجا در حالی که چه اهمیتی داره. گفتم شما فقط فکر کنید که در ذهن آدم ها چی تغییر پیدا میکنه و اصلا چه اهمیتی داره. به همینجاست که مطالعات نشون میده 98% باور و عقیده و نظر و حرف مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی شما نداره. شما حرف مردم رو تبدیل به کارد و چاقو میکنید، به خودتون میزنید. حالا مردم کارد و چاقو به شما نزدن. الان عده‌ای دارن برنامه منو میشنن، در مورد من بگن احمق، نادانه، نمیفهمه، اشتباه، غلط، بد. چه اهمیتی برای من داره؟ بر فرض که این حرفا رو داشته باشن، تازه نظر شما تو درست باشه، چی میشه زندگی من؟ چی میشه؟ و بعد من اینقدر گرفتارم که بر اساس افکار و عقاید اونا پایین و بالا برم؟ من خاطرم هست که خانمی آمد پلوی من که شوهرم منو بیرون کرده و علتش هم این هست که من به مادرش حرف بدی زدم. کاری به جزئیات ندارم، بالاخره اون آقا آمد و با هم صحبت کردیم و اینها و به این گونه در اومده بود که همچین توهینی به مادر من کرده که چنین جنام بود. ولی بعد از اینکه متوجه شد که خب این موقع چیکار کنه، میخواد طلاق بگیره، این خانم میره و ای بسا میره با یک کس دیگه ازدواج میکنه، یه مرتبه این فکر کرد اصلا داره چی میشه، گفت که دیگه اگر از این قول بده از این حرفا نزنه اشکالی نداره. بعد مورد دیگری هم بود که دم در که خانمی به شوهرش توهین کرده بود و مرد بهش برخورده بود، دم در که شد گفتم تا همون حرفی که زنت به تو زد و تو ناراحت شدی به من نگی، نمیذارم از در بری بیرون. هیچ طورم نشد، سرش انداخت پایین، همون حرف زشت رو به من زد. ببینید اصلا دست از این بازی باید برداشت. ما یه مردمی هستیم که اینقدر در مرحله لفظی و کلامی موندیم و به همچنین که هزار تا فوش داریم که یه جای دیگه دنیا نداره. روسا و ایتالیا که میگن بیشترین فوش دارن به 30 تا نمیرسه، ما حتما 300 تا که سر 3000 تاشو داریم. یعنی پدر و مادر و جد و قبر و نمیدونم مدفوع و ادرار و کفن و هرچی دلتون بخواد رو سرهم کردیم. علتش هست که مردمی هستیم که نسبت به این موضوع حساسیم و به این مقدار لفاظی میکنیم. این که صبح تا غروبم داریم شعارهایی میدیم که داره شعوری نیست. آقای دکتر، من بعد از اینکه مهاجرت کردم در واقع نمیدونم تحت فشار روحی شدیدی که قرار داشتم. نفهمیدم تحت فشار روحی چی عزیز؟ ببینید من شما از بیرون که بهتون فشار نمیاد، شما در درون ولی خودتون یه دنیای ساختی. آخه من تو ایران بعد از اون اتفاق برای اینکه ازم سوء استفاده نکنن از لحاظ رشوه، از لحاظ اینکه من امتیاز بدم به دیگران و برخورد توهین‌آمیزی که بهم کردن، من زد و خورد کردم، درگیر شدم اونجا و اینا همه منو علارغم میل باطنیم عذاب وجدان برام داشت و همش تحت فشار آنچنانی. آخه عزیز من ببینید، من نمیدونم باید با شما چه کرد. شما که نمیدید همینجوری واژه ها رو به کار بده. عذاب وجدان رو کسی داره که علیه کسی در مسیر دشمنی و آسیب زدن به دیگری، بهره گیری و سودجویی از او، کاری خلاف اخلاق یا آنچه که به عنوان گناه یا در صحنه اجتماعی جرم میکنه. اینکه شما بعد از اون اتفاق که اونقدر بزرگش کردید، آدمایی حرفایی زدن یا کارایی کردن که شما درگیر شدید و حتی جنگ و جداری هرچی نمیدونم چون که من خبر ندارم اتفاق افتاده، عذاب وجدان برای چی داره؟ یا آدمی است که اذیت شده، آسیب دیده، آزار دیده، بهش توهین شده، واکنش نشون داده، واکنش مناسب نبوده، غالبا اینطوره. برای که ما روزی که یه کارهایی رو بر اساس یه اصولی انجام نمیدیم، احتمال اینکه خراب بشه، پشیمون بشیم، نتایج خوبی نداشته باشه فراوونه. خب این هم جزء مسائل باز عادی. ببینید شما یه تقدسی برای خودتون، یه بزرگی قائلید که نداریم هیچ کداممون. آخه چرا فکر میکنید وجود مبارک شما مثلا بهش توهین شده؟ اصلا عرض کردم خدمتتون امروز عزیزم صبر کنید، امروز مردم با خدا دارن می جنگن.
امروز مردم دارن پیغمبر خدا رو مسخره میکنن، هر چی دلتون بخواد راجبشون گفته، جوک ها و لطیف های حتی برخی از اوقات بسیار کثیف و جنسی ساختن. خب حالا یه دفعه منم اومدم که لطفا هیچ کس راجع من حرفی نزنه و اگر حرفی زد به من سخت بر میخوره و من گرفتار تعارضات روانی میشم. خب بی خود چیزی که اثر نداره، چیزی که مهم نیست، من برگردم بگم امروز صبح بلند شدم درجه حرارت هوای ذره گرم شده، چون هوا چرا داره به من توهین میکنه و من اینکه میخواستم امروز برم بیرون هوا رو گرم کرده که من گرما بکشم یا از گرما رنج ببرم. آخه عزیز شما که نمیتونید همینجوری برای خودتون یه دنیای رویایی تخیلی عجیب و غریب بسازید، یه حبابی بسازید باز نگرانید کسی سوزن بزنه به ترکونتش. این ریشه در دوران بچگی من داره. خیلی خوب، واسه که حتما داره، برای که در کودکی دو کار کردن، هم بی خودی شما رو بزرگ کردن هم کوچک، و بنابراین شما وسط این بزرگی و کوچکی خود ناپسندی و خودپسندی گیر کردید. کاملا میدونم از کجا میاد، ولی عزیز وقتی ریشهش این است که من در ایران بودم، فارسی بلدم، انگلیسی بلد نیستم، که دلیل رو بهانه میشه بیام تو امریکا بگم من باید فارسی حرف بزنم. خب من باید خودم رو با شرایط سازگار کنم. بله اصلا 100% حرفتون درسته، ریشش برمیگرده به حوادث و اتفاقات کودکی. خب در بزرگسالی باید درستش کرد، پاتون شکسته باید برید درستش کنید، چون که نمیتونید با اون پای شکسته زندگی کنید. بگید در کودکی من پامو شکستن، من تمام اون با پای شکسته زندگی میکنم، بابام شکسته، مادرم شکسته، خواهر برادرم شکسته. خب شکستن یه شکستن. ما ببینید عزیز، من تمام مدت این بحث رو با دوستانم، علیت رو با واقعیت اشتباه نکنید. علت مسئله هر چه هست قبول، شما من میگید این حال من ناشی از اتفاقات و حوادث و برخورد و هر چیز مربوط به کودکی است که اصلا کاملا خارج از کنترل من بوده. در یه سالگیم، چهار سالگیم، هشت سالگیم، دوازده سالگیم، ازتون کاملا میپذیرم، قبول، یعنی این حوادث اتفاق افتاده، پای من شکسته. خب حالا چیکار کنیم؟ خب میریم درستش میکنیم تا اینکه هی درباره اونا فکر بکنیم یا پا به پای شکسته زندگی بکنیم. چرا من میگم گذشته در گذشته؟ چرا عرض من این است که همه آدما قراره برن کودکی رو درست کنن؟ ببینید عزیز، من بیش از 18,000 نفر رو تو کنفرانس های کودک درون هیپنوتیزم کردم، یعنی فقط بردمشون به کودکی، ابداً به جای بدی نبردم، نگفتم برید کودکی دنبال حوادث، نگفتم برید تو خونه ای که قبلا اونجا زندگی کردید، 3-4-5-6 سالگی تون اونجا بودید، الان هیچ کس نیست، وسایل همونه ولی هیچ کس توش نیست، برید تو اتاق بگردید. از 17,000 نفر آدم یک نفر خندان نبوده و خوشحال نبوده، همه گریان بودن، همه نه نیم گریان بودن، همه غمگین بودن. چرا؟ برای که کودکی یه لجنزاره، کودکی یه جهانی است که در امریکایی که پدر مادر اینقدر تازه خوب برخورد میکنن، از هر 25 باری که بچه چیزی میخواد 24 باری بهش میگن نه، و بنابراین جواب منفیست برای همه چیز. تازه اینا که فکر کنن کاملا مواظب بچه هاشون هسته، تازه بگذاریم از بقیه حوادث بعد از در بازده هست. خب ما تو بگو عزیز. بعد من مثلا دوران کودکی مدیری داشتیم، مدیر مدرسه‌ای که مدام به ما دم از شرافت و انسانیت و همین مسائل میزد که مثلا من باید خودم رو یه آدم خوبی بدونم، یه آدم بهتری بدونم. این اتفاقات که برای من پیش اومد بعد از اینکه اومدم امریکا، گفتم یه زندگی نو بسازم، اما فشار رو سرم بود و من مرتکب یه اشتباه دیگه شدم و ناخواسته یه شکلات از فروشگاه برداشتم و البته بعدش که متوجه شدم رفتم پولش رو پرداخت کردم. این اتفاق حالا بعدها من شنیدم که دکتر محققین میگن که میتونه آدم ها در اثر فشاری که بهشون اومده این اتفاق رو میتونن چیزای کوچیک رو دست به این کارها بزنن. نمیدونم از لحاظ علمی درسته یا نه. عزیز ببینید صبر کنید، آخه شما میخواید ببینید عزیز، بذارید من به شما دو سه تا نکته کوچک رو بگم، اونا رو اگر متوجه بشیم خیلی کمک. اول اینکه ما دو جور بیشتر نیستیم، یا درباره خودمون یه احساس خوب داریم، خودمون رو دوست داریم،
خود دوستیم، سلف لاف یا سلف هیترد، یا از خودمون متنفر. این حالا به صورت شدیدش نباشه، آدم ها در دنیا فقط دو جورن، خود ناپسند و خود دوست. خود ناپسند و خود دوست یعنی من بدم، من عیب دارم، ایراد دارم، اشکال دارم. مطالعات امریکا نشون میده بچه در 3 سالگی تو امریکا بیش از 95% میگه من بدم، آن بد. علتش هم این است که با 5 تا موضوع روبرو میشه: نادانه، ناتوانه، نیازمنده، یاد نمیگیره، فکرهای بد میکنه. به همین جد است که بزرگترین مشکل ما مال 3 سال اوله که به این نتیجه میرسیم که من بدم. حالا من همیشه گفتم اگر بین 3 تا 18 سالگی به مدت 15 سال پدر و مادر روزی 50 بار به موقع به جا به اندازه بگن تو خوبی، این امید است که در 18 سالگی بگم من خوبم. این اول. دو، در یک جامعه همراه با شعار و فریب و دروغ مذهبی در ایران، تمام مدت از ما انتظار چیزای عجیب دارن، داستانهای عجیبتر و غریبتر و دروغتر رو مطرح میکنن، بعد سطح انتظار و توقع رو انقدر بالا میبرن که هیچ کس بهش نرسه، بعدم آخر کار میگن خیلی خوب پس حالا قبول کن، گناهکاری، ناتوانی، نادانی، اشتباهکاری، کثیفی، نجسی، بیارزشی، اونم اقرار کن. حالا بذار ما از این استفاده کنیم، سوارت بشیم و از تو سوء استفاده کنیم که در طول تمام تاریخ بوده. یعنی شما با یه واقعیتای روبرو هستی در خصوص انسان. بنابراین انسان دو گونه میشه، یا خود دوسته یا خود ناپسند. اما آدم خود ناپسند دو جور زندگی میکنه، یا خود ناپسند که من هیچم، بیارزشم، بیاهمیتم، یا به این نتیجه میرسم که من اگر این گونه فکر کنم تو زندگی از پا در میام، پس من از همه بهترم، از همه بالاترم. نتیجتا یه تضاد درونی پیدا میشه که یه آدمای خود ناپسند و خود پسند. مثلا وقتی میرن تو بازار خود ناپسندن، نوکر همه هستن، مواظب همه هستن، تو خونه که میان یه قلدر بیرحمی هستن که همسر و فرزندانشون به باد کتک میگیرن به خاطر یه اشتباه کوچه. یعنی اینجا خودپسندی رو نشون میده، خود ناپسندی. بنابراین شما آدم ها رو در دوربرتون 3 جور میبینید: خود دوست که خیلی کمن، خود ناپسند، خود پسند که آدم خود پسند، خودخواه، خودشیفته، خودمدار، خودمحور، یا آدم خود ناپسندیست که به میزانی که از خودش و دیگران متنفره وانمود کنه که از دیگران بهتر و برتره، یا در ذهنش یه من ایدئالی میسازه که من اینم یا باید این باشم که شما دارید میگید. و خب معلومه دائما در معرض خطره. حرفی که من پدر مادرها میزنم این است که شما هر روز باید به بچه ها روزی یه دفعه بگید نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم، هفته یه دفعه از بچه ها معذرت بخواید، تا بچه ها اصلا فکر نکنن که پدر و مادرشون همدان و همه توان هستند و خوبند و فرشتند و ملائکه. نه، بدونن انسانن، بدونن اجتماع میکنن. حتی مطالعات نشون میده زن و شوهری که به نتیجه میرسن حتی با هم اشکال و اختلاف دارن جلوی بچه ها، نتیجه بهتری میگیرن که بچه ها با واقعیت انسان آشنا میشن و یه تصورات و توهمات دارن. شما کاملا پیداست چی هست از این؟ شما یه ترکیب سنگین خودناپسندی و خودپسندی دارید. یه جایی که میرید سراغ خودتون و فرصت پیدا میکنین خودتون از همه کمتر میدونین، یه جایی دیگه ولتون کنن فکر کنید باید از دیگران برتر باشید، یا دیگران شما رو برتر میدونن، یا این همه کار کردید که برتر باشید پس چرا قبول نمیکنن من برترم. و این جنگ و جدالی است که شما دائما دارید. یعنی این خود واقعی شما با خود ایدئال شما اینقدر فاصله داره که اسمش میشه یه آدم نوراتیک و عصبی. این فاصله باید کم باشه. من اگر وزنم 100 کیلوه بایدم فکر کنم 98م یا 102م، نمیتونم فکر کنم 50 کیلوم یا 200 کیلوه. خب شما همچین توهمی دارید. حالا اشکال کار در اینه که مسئله معلومه که برمیگره به کودکی. برای این مشکل شما مشکل بیش از نیمی از مردم ایرانه، بیش از نیمی از مردم ایرانه که ما رو به 2 تا چیزه، یکی وابستگی مهرطلبی هم میکشونه. ریشاشو میشناسیم عزیز، مهم اینه که از توش در بیاییم، مهم اینه که باش بجنگیم. مهم این است که من از 1973 یادم از در دانشگاه حرف این بود که ما 2 تا بدبختی داریم: وابستگی و مهرطلبی. ریشش هم همینه: خودپسندی و خودناپسندی. خود دوست نیستیم. خود دوست کسی که همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، هیچ کار بدی رو نمیکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد همه کارها رو میپذیره، به حریم و حقوق و حرمت هیچ کس تجاوز نمیکنه، اجازه هم نمیده کسی به حریم و حقوق و حرمتش تجاوز کنه. این میشه خود دوست. خود ناپسند و خود پسند یه بازی در میاره که برخی از اوقات صفر میشه، برخی از اوقات 100،
برخی از اوقات اینجا یه تبدیل میشه به یه موجود دروغگو، یه جای راستگو میشه، یه جایی محبت میکنه، یه جایی گینه میکنه، دائما گرفتاره. اما داستان این که شما شاپلیفتینگی که شما میفرمایید نشانه دو چیزه: یک، دیستورتد ریالیتی، یعنی واقعیت رو شما در ذهنتون دگرگون کردید. شما یه تعین حرفایی که دارید به من میزنید اصلا شما با واقعیت کار ندارید، یه جهانی میشناسید که نیست. دوم، خشم و تنفر و کینه کوبنده‌ای که میخواد هر سیستم و سازمانی رو به هم بزنه. شما علت برداشتن شکلاتتون در حقیقت دهنگجی به کل سیستم امریکا، اون مؤسسه، حتی کسانی هستن که عمدن جلو مامورین سکیوریتی که اونجا هستن این شاپلیفتینگ رو میکنن. بسیاری چیزا رو میرن بیرون، بعدن میرزن تو آشغال، یا مثل شما میرن بعدن پولشو میدن. علتش هم این است که فقط یه توهمی از واقعیت دارن و بین همه و هیچ در حال حرکت هستند. همین خودناپسندی و خودپسندی، بنابراین کاملا پیداست از کجا میاد. اینی که در امریکا برای بار اول شاپلیفتینگ معمولا فرد رو رها میکنن، برای که میدونن اون تجربه بدن احساس بدش بیش از 80-90% دیگه دست به این کار نمیذارن، و اونی هم که دست میذارن اونقدر با تنبیه مسئله حل نمیشه. من مریضایی داشتم که میرفت با هزار پیچ و تاب در مؤسسات بسیار مواظب و مراقب با دستگاه‌ها و دوربین‌ها و مأمورین دزدی می‌کرد، ولی وقتی می‌آمد بیرون همه رو می‌ریخت تو ظرف آشغالی و می‌رفت. نه اینکه اصلا بخواد ازش استفاده کنه، فقط می‌خواست به سیستم بگه، دهنگجی کنه که من می‌تونم. شما خشمتون علیه اون چیزی که به عنوان قدرت یا اتوریتیه، کاملا اون‌ها رو می‌شناسیم، علتاشو می‌دونیم. به همین جاست که من عرضم خدمت شما اینه که شما یک من ایدالی، یک خود ایدالی، یک خود تصوری از خودتون ساختید که نیست، و دائما در تضادید با اینکه خودتون رو به اونجا برسونید و اونجا باشید. این همون چیزیست که مردم تو خونهشون هستن بعد میخوان برن مهمونی، فکر کنن حالا باید یک لباسی بپوشن و آرایشی بکنن و یه چیزایی به خودشون آویزون کنن و از این اون نمیدونم انگشتر و گردنبند قرض کنن که جلوه کنن به مردم که مثلا من چیز دیگری هستم. برای که تلاشی است که ما دائما داریم به مردم این پیام بدیم من اینجوری نبین، من از این خیلی خیلی بهترم یا برترم. و وقتی اینقدر دل مشغول خودمون هستیم از پا در میاد. به همین جهت است که من وقتی بچه‌ام کوچیک بودم گفتم من اصلا پسر خوب دوست ندارم، من بچه متوسط میخوام. متوسط برای که یاد بگیم، در حالی که شما در فرهنگ ما تمام مدت به ما میگن تو باید اصلا بهترین باشی، برترین باشی، بالاترین باشی. شعار من در ایران این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. و شما فکر کنید در یه جامعه مانند ایران تمام مدت کوشش این است که ما باید بهترین باشیم، مثلا بهترین کشور روی زمینی. من خاطرم از یه آقایی رو میدم گفت معنویت از دستر و از در و دیوار این کشور میباره. معنویت بنابراین عزیز با یک کسی صحبت کنید، بی خودی هم نگران نباشید، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. شما برای من هیچ فرقی نکردید با اون حرفایی که زدید و یا کارهایی که کردید. یک کسی بیاد پروی من برای من بگه که من یه چیزی از مغازه برداشتم، خب برداشتم، برای که میدونم از کجا میاد، کار درستی یا نه، باید درستش کرد، بله، ولی قرار نیست بخوری در این ذهنیت ایدالی که من یه کسی هستم که نیستم، یه چیزی هستم که نیستم رو در خودمون رشد بدیم. بعد آقای دکتر، با توجه به توهماتی که برای من پیش اومده و احساس میکردم دیگران این مطلب رو به من مدام دارن تکرار میکنن تو کالج و مسائل دیگه، بعدن من بستری شدم و پزشکی که منو تجویز کرده بود به گفته بود که این اسکیزوفرنی داره. نه شما اسکیزوفرنی ندارید عزیزم، برای که اونا با زمینهای فرهنگ ما آشنا نیستن. من راجع به اسکیزوفرنی و نه هیچ کدام از اینا به شما معلوم نیست. صبر کنید عزیز، ببینید، مطالعه‌ای که درباره خوشبختی بود یه موضوع مشخص کرد، پاسخ به این پرسش که من کیم، هو ام آی، من کیم، شما کی هستی، پاسخ روشن شد که یه خبریم، یک مفهومیم، یه واژه‌ایم در خودآگاه که فقط تفاوتش با بقیه خبرها این است که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی تمام مدت متوجه است. یعنی من از صبح تا حالا 2000 بار 3000 بار به خودم، به تشنگیم، به گرسنگیم، به قرصم، به صبحانم، به اینترنت، به اخبار، به تلویزیون، همه اینا راجع به در ارتباط با خودم فکر کردم.
اما اصلا بیاد پدرم یا مادرم نیفتاد، الان افتاد. بنابراین اونا یه دفعه اومدن، من خودم 2000 بار. پس بنابراین من و شما یه خبریم، یعنی چی؟ یعنی الان من به شما بگم مادر شما کیه، برادر شما کیه، دوستتون کیه، همسرتون کیه، و بعدم راجع بهش صحبت کنیم، شما میتونید 5 دقیقه 5 ساعت راجع بهش حرف بزنید. یعنی یه خبره، یه اطلاعی با تمام توضیحات. ما این رو راجع به خودمون داریم. حالا اشکال کار انسان اینه که خبری که خودش هست رو در مورد خودش به دقیق و درستی که ای بس و دیگران رو میشناسه نمیشناسه. یعنی خودش با وجودی که با خودشه، درباره هوشش، عقلش، میدونم رفتارش، خوشجنسیش، بدجنسیش، مهربونیش، اونقدر که ای بس و دیگران رو میشناسه و واقعا نزدیکه نمیشناسه. و به همین جاست که مسئله اصلی و اساسی خودیابی و خودشناسیه که بیشتر مردم دنیا ندارد. حالا اون چیزی که وجود داره اینه که من یه وزنی دارم که این وزن واقعی منه، یه وزنی است که وزن ایدئال منه، دلم میخواد اینقدر باشم، یه وزنی است که وزن ای بسا تصوری است که با توجه به لباس ها مردم فکر میکنن من دارم، یه وزنی است که من دلم میخواد مردم فکر کنن من دارم. یعنی اینا یه 4-5 تا وزنی است که من دارم. حالا اگر اینا به وزن واقعی من نزدیک باشه، من آروم میگیرم. من اگر فکر میکنم وزنم 100 کیلوه و الانم 99 کیلو یا 101 کیلو هستم، مشکلی ندارم. ولی اگر 120م یا 70م فکر کنم باید 100 کیلو باشم، یا مردم فکر میکنن یا ایدئال من اونه که من گرفتارم. خب بسیاری از مردم این فاصله برایشون بسیاره. این همون چیزیست که به خاطر پرورش و تعلیم تربیت غلط، چه در خانه چه در محیط آموزشی، بدن تو محیط اجتماعی پیدا میشه. و شما کاملا اینو پیداست دارید. شما یه تصوری از من ایدئالیتون، من خیالیتون، من واقعیتون، منی که دیگران فکر میکنن، منی که شما تصور میکنید دیگران فکر کنن دارید و همیشه درگیرید باش. اینه که اگر یه دوستی ازتون تعریف کنه، شما نظرتون رو به خودتون عوض میکنید. اگر یه کسی بشنوید پشت سرتون عرضه، نظر خودتون تغییر میدید. یعنی شما دائما در معرض قضاوت یکی دوتا آدمی، بعدم بیکی دوتا آدم رو 100 نفر و 200 نفر رو همه میدونید. پدر و مادر دختری اومدن خونه، اومدن دفتر من، حرفشون این بود که دختر ما یه کاری کرده، یه پسر امریکایی رو بوسیده. بعد حرف پدر این بود که های دکتر آبروی ما رفته، آبروی اصلا ما ایرانی ها رفته. حتی جور میخواست منم درگیر کنه، اینقدر احمق بود که آبروی شما هم رفته. برای که دیگه حالا مردم چی میگن؟ گفتم اتفاقا من دیشب، اون موقع اخبار ABC و NBC و CBS تا اخبار با نیم ساعت فاصله داشتن، گفتم اتفاقا دیشب هر سه تا خبر رو شنیدم، هیچ کدوم راجع به دختر شما حرفی نزدن. یعنی توهم این مرد این بود که الان در سراسر امریکا گفتن یک دختر ایرانی ول یک پسر امریکایی رو بوسید. آخ ببینید، اینا تخیلات ماست که به واقعیت هیچ ارتباطی نداره. اینا همون فریاد مرگ بر امریکایی است که ما فکر می‌کنیم وای چه کردیم که در همچین اجتماعی شرکت کردیم. یک کمی قراره به خودمون بیایم عزیز. شما یه توهم و تصوری از خود و من ایدئالیتون دارید که من این چنینم یا این چنین باید باشم و مردم باید من این چنین بدانند. حالا وقتی که یک کمی اونا به هم میریزه، من به هم میریزم، برای که این فاصله زیاده. خب رها کنید، این من واقعیه. بعدم دیگران نه منو میشناسن، نه خبر از من دارن، نه قضاوتشون، نه نظرشون مهمه، نه تأثیری رو زندگی من میذاره یا فرقی میکنه. حتی اگر شما به اسم پابلیک فیگر هم باشید که در جامعه معروف باشید، قضاوت نظر مردم مهم نیست، چون به اینکه من و شما یه زندگی عادی و معمولی داریم. حالا 50 آدم دوربر ما بکنن ما باهوش داریم یا کمهوش داریم، خوشتیب تریم یا زشت تریم، نمیدونم مهربون تریم یا نامهربانیم، چه فرقی میکنه؟ اما روزی که ما اومدیم تمام زندگیمون رو گذاشتیم به اینکه قضاوت و نظر دیگرانه که مهمه، تا اونجایی که من ترجیح میدم بدبخت باشم مردم منو خوشبخت بدونن، چه فایده دارم خوشبخت باشه مردم فکر کنن بدبخته؟ کیف داره آدم بدبخت باشه، درب و داغون باشه، رنج ببره، درد بکشه، ولی مردم فکر کنن خوبه؟ تا اینکه آدم خوب باشه مردم فکر کنن بده. به همین جاست که چرا نیمی از مردم تو ازدواجهای غلط، تو زندگی جهنمی موندن؟ به خاطر اینکه میخوان اون تصویر و تصور مردم ازشون خراب نشه. شما به 100 نفر آدم بگید که جدایی یا طلاق عیبش چیه، اولش میگن حرف و قضاوت و نظر مردم.
یعنی بیش از هر عامل دیگری مطرحه، تا یه چیزی بچه‌ام باشه یا زندگیم باشه یا آینده‌ام باشه. ما اینقدر گرفتاریم، علتش این است که وقتی به این دنیا میایم اگر دیگران به ما توجه و محبت نکنن ما میمیریم. ما در کودکی بدون توجه و محبت دیگران نابود میشیم و متاسفانه این رو تمام عمر با خودمون میبریم که همه عمر باید توجه و محبت دیگران رو بگیریم. اینه که چه میکنیم؟ وارد مهمونی میشیم، 40 نفر اونجا هستن، سراغ دونه دونه شون میریم، یه جوری حرف میزنیم که خاطر اون آسوده باشه، ما رو خوب بدونن، دوست داشته باشن، دفعه دیگه هم به مهمونی دعوت کنن که همین بازی رو در بیاریم. حتی بعضی از آدما خداحافظی میکنن میرن، بعد میگن ای داد بیداد، از یکی خداحافظی نکردن، زنگ میزنن ببخش به خدا حواسم پرت شد، از تو خداحافظی نکردم، گویی اگر او رو به خدا نسپاره و میره میمیره. یعنی اینقدر گرفتاریم عزیز. به همین جهت است که ما دیگران رو میبینیم. اینه که لفظ تو بسیار مقدسه، لفظ من یه لفظ خاکدوستر بدبخته. حالا اگر در اینجا تضاد وجود داشته باشه در داخل من گرفتاریست، بنابراین حرفی که میزنید اصلا مسئله اصلی و اساسی انسانه و برای حلش مسئله سلف استیم و حرمت نفس همینه. چرا؟ برای که در حرمت نفس دو تا حرفو میزنه، یک من خوبم، دو خواستنی و دوست داشتنیم، تمام. در حالی که اکثریت مردم جهان میگن یک من خوب نیستم. بیش از 70% مردم امریکا مطالعات نشون میده تای وجودشون است که من خوب نیستم، من بدم، من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. خب معلومه تمام عمرم من یه کوشش میکنم یه به همه ثابت کنم خوبم، هر جا میرم هر کاری میکنم، از حقم میگذرم، از سهمم میگذرم، حرف غلط رو قبول میکنم، با آدم ها همراهی میکنم، اونا دارن عرق میخورن منم میخورم که نگن مثلا این چرا نمیخوره، اونا سیگار میکشن منم میکشم که همرنگ جماعت بشم، که مردم منو خوب و دوست داشته باشن، در حالی که از اون چی که انجام میدن متنفرم یا بدم میاد. بنابراین عزیز اینا گرفتاری انسانیست که مسئله این که مردم راجع من چی فکر میکنن شده موضوع زندگیش. به همین جاست که وقتی خدمتتون عرض بکنم که من کار درست و خوب و مناسبم رو میکنم شما رو خوشحال و راضی میکنه، چه خوب نمیکنه متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسبم، ملاک من کار درست و خوب و مناسبه، ملاک من قضاوت و نظر شما نیست. کمیت داره که شما درباره من چه قضاوت و نظری دارید، اصلا داشته باشید، تازه تأثیری تو زندگی من نداره، اصلا تأثیر داشته باشی من چه کار کنم؟ راه غلط برم؟ کار غیر عاقلانه بکنم؟ رفتار نامناسب داشته باشم چون شما ناراحت میشید؟ من اوایلی که برنامه رادیو رو داشتم حرفایی که میزدم برای بسیار اصلا قابل قبول نبود و بسیار تند و بد بود، کاملا ازش خبر داشتم، ولی 24 سال و نیم پای این حرفا ایستادم. بنابراین ما یه بی خودی خودتون رو درگیر این که کی راجع من چی میگه، چه حرفی میزنه، چه قضاوتی میکنه نکنید، چون از با درتون میاره، از با درتون میاره. هیچ شما را اگر خوب بدونن، حالا اونجایی که هستید اینکه باید اونجای خوب بمونید، وحشت از اینکه بیفتید، نگران کسانی هستین که با شما میجنگن، نگران کسانی هستید که با شما حسادت میکنن، از با درتون میاره. وقتی بالایی، وقتی هم که فکر کنید پایینید که خب حالا حالتون بده، برای که من پایین. به همجاست که مقایسه مسئله است، مسابقه مسئله است. به همجاست که اون چیز کسی که اسمش با مقیاس، یعنی ما متر حرکت بکنه، خودش و دیگران رو اندازه میگیره یا مقایسه میکنه یا مسابقه میکنه، تو زندگی از پا در میاد عزیز. رها کنید اینکه دیگری چی فکر کرد، اون چه کرد، عذاب وجدان به خاطر چی؟ من چه کاری کردم؟ من عذاب وجدانی ندارم. من چه عذاب وجدانی؟ آقای دکتر، عذاب وجدان از بابت اون مطلبی که حضرت عالی فرمایش رسید که گرگ درون، در واقع منظورم اون گرگ درونه، در واقع خب گرگ درون، گرگ درون تمام آدمای مهم زندگی من هستن، از تولد یا 8 ماهگی تا 8 سالگی، مادرم، پدرم، خواهرم، برادرم، عموم، معلمم، اینا آمدن جنبه های بد و منفیشون که بکنه نکنه باید نباید جو جمع کردن انداختن تو وجود من، حالا گورشون گم کردن رفتن، اما من همچنان گیر اونا هستم. بنابراین وقتی کار نمی کنم صدا در میاد تنبل، بدبخت، بیکاره، باشو. حالا اینها رو میشناسیم عزیز. شما ببینید این مقدار مطالب پراکنده پیدا کردید اما ارتباط شد درست نگذاشتید. حرفتون درسته، بزرگترین مشکل انسان این گرگ درونشه، ولی این گرگ درون چه؟ یه ندای خارجیست، یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه. حالا در یه جامعه مانند ایران یه توهمیست از خدا، یه توهمی است از مردمان مؤمن،
از فرشتگان، یه توهمی است از آنچه که من باید باشم، یه توهمی است از شعارهای تو خالی که میدن. خب اینجاست که گیرم دیگه. خب معلومه من با این ملاک‌ها زندگی نمی‌کنم. به همجاست که صبح تو غروب باید پاشم بگم من عبدم، عبیدم، حقیرم، صغیرم، ناچیزم، بی‌ارزشم، بی‌اهمیتم، گناهکارم، کثیفم، فاسدم، نجسم، بی‌ارزم، نادانم. همینجوری صبح تو غروب اینا رو بگم و بعدم تازه اینو به صورت مناجات در بیارم، من اینم تو اونی، من اینقدر بدم تو اینقدر خوبی، من اینقدر بدم تو اینقدر خوبی، که چی بشه؟ که تحقیر کنم خودم رو؟ این همه واژه بد و منفی داریم، بعد دیگران رو هم ببریم بالا. حضرت اجل، اشرف، اکرم، مکرم، منور، معنبر، معطر، ده برو که رفتی، دیگران رو بکشیم به اوج، خودمون رو می‌ندازیم پایین و بعد فکر کنیم اسم این مثلا تواضع و فروتنیه، اسم این بزرگ کردن دیگران چه بزرگی. اینا همون آدمایی هستن که همون گنده‌هایی که شما فکر می‌کنین ازشون باد و صدا در میاد. به من بگید باد و صدا ندارم، من دیگه حرف نمیزنم. اگه دارن پس تموم شد عزیز این بحث. خودتون هم بی خودی اذیت این چیزا نکنید، با یک کسی صحبت کنید، کمی هم بیشتر بدونید. پیشنهادم میکنم شاید سی دی یا یو اس بی حرمت نفسم میتونه کمکتون کنه، که برای اینکه من تو 12 ساعت کوشش کردم همه این مسائل رو در حدی که توانم بوده برای دوستان روشن کنم، برای که بزرگترین مشکل مردم دنیا سلف استیم یا حرمت نفس، این که قبول ندارن خوبن و دوست داشتنین. چون روزی که انسان بپذیره من خوبم و تو خوبی و همه خوبن و ما همه دوست داشتنی هستیم و بنابراین کنار هم با محبت و همکاری و یاری زندگی میکنیم، یا دائما درگیر رقابت و مسابقه و مقایسه ایم، یا درگیر جنگ و جدال و کشمکش. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم ازتون. وجودتون نعمت بزرگی برای جامعه ایرانی. خدا عزیز دل. ممنون از محبت. ممنون و سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدارتون. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.